اما همزمان با ادامه اعتراضات در ایران، جمهوری اسلامی در حال برگزاری دادگاه برای برخی از بازداشت شده هاست. افراد بازداشت شده معمولا در دادگاه های انقلاب محاکمه میشن و اتهامشون مواردی مثل فساد فلعرض و محاربه است که حتی میتونه منجر به صدور حکم اعدام بشه. همزمان گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در نامه ای از جمهوری اسلامی خواستن به وارد کردن اتهام های علیه معترضان که مجوزات اعدام به دنبال داره پایان بدن. همراه میشیم با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از لس آنجلس. خانم بنی هاشمی، در مقابل چشم جهان، در همین روزها که آلمان و ایسلند هم خواستن که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بررسی کنه وضعیت حقوق بشر در ایران، داره دادگاه‌هایی برگزار میشه که به گواه بسیار از شاهدان نقض آشکار حقوق بشر و نگرانی‌های جدی وجود داره که اونجا چه احکامی قرار صادر بشه. درود به شما و تمام بینندگانتون. مسئله‌ای که داره در دادگاه‌های ایران اتفاق می‌افته واقعاً خوفناک و ترسناکه، برای اینکه ما هممون از دوران سیاه دهه 60 خاطراتی داریم، می‌دونیم که چه اتفاقات وحشتناکی در زندان‌ها افتاد، هزاران نفر اعدام شدن بدون اینکه محاکمه عادلانه‌ای داشته باشن، حتی بعضاً زیر به اصطلاح حکم حبس بودن و بعد اعدام شدن. بنابراین من این موضوع رو بسیار جدی میبینم و واقعا رویه‌ای که داره پیش گرفته میشه و تا الان اتهاماتی که در صدور کیفرخواست باهاش روبرو بودیم همه اتهامات امنیتی هستش. اتهامات امنیتی به اصطلاح همونطور که خودتونم اشاره کردین، اگر حکم اعدام نگیره حبس‌های طولانی مدت میگیره. بر اساس خیلی از خبرها اومده که نزدیک به 14,000 نفر در بازداشتگاه هستن. ببینید این تعداد واقعا زیاده و اگر این از این تعداد در نظر بگیرید که چند هزار نفر میخواد در زندان‌های ایران با این شرایط بمونن، الان از وضعیت بازداشتی‌ها خبری در دست نیست. اما این وسط مطلبی رو اشاره کردین در ارتباط با جلسه اضطراری که در شورای حقوق بشر سازمان ملل قرار اتفاق بیفته. این مسئله همینجا اشاره بکنم که از 3-4 هفته گذشته سازمان‌هایی که مسائل کشورهای دنیا رو رصد می‌کنن خیلی دقیق نسبت به وضعیت ایران هشدار داده بودن و خواسته بودن که 2 از کشورها داوطلب بشن. از 47 عضوی که در این شورا هستن باید 2 کشور در واقع این نامه رو امضا کنن. تا الان آلمان و ایسلند این کارو کردن. 1/3 اعضا باید در واقع حاضر باشن برای اعلام آمادگی کنن برای این جلسه که به نظر میرسه که اونطوری که آلمان گفته خیلی بیشتر از 1/3 از کشورها اعلام آمادگی کردن. در این جلسه مسائل بسیار مهمی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، نه فقط مسئله اعتراضات. در نامه‌ای که این سازمان حقوق بشری ارائه داده به سازمان ملل 9 مورد رو خواسته که در واقع در این جلسه مورد پیگیری قرار بدن، مسائلی که در واقع ایران سال‌هاست از این جهت شهروندانش دارن رنج میبرن، مسائل زنان به خصوص خیلی مورد تاکید قرار گرفته. و اگر سوال بکنیم که در این جلسه چه اتفاق مهمی رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم، غیر از اینکه به احتمال خیلی زیاد اخراج ایران از کمیسیون مقام زن خواهد بود، مطلب دیگه این هستش که تمام مدارکی که در این جلسه ارائه خواهد شد به عنوان یک مدرک بین المللی در آینده در دادگاه‌های مختلف مورد استناد قرار می‌تونه بگیره و این مسئله خیلی مهمی از بعد بین الملل. سپاسگزارم از توضیحات شما. پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از لس آنجلس با ما.